میشیم با سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم. آقای جعفری، خب خبرنگار ما از وین توضیح داد در رابطه با سه مسئله الان اختلاف نظر وجود داره. آیا فکر می‌کنید این اختلاف‌ها در این چند روز حل بشه؟ ببینید، موضوع قابل توجهی که در روزهای اخیر مطرح شده بحث دامنه و گستره اختلافات بین طرفین هست. در ابتدای امر بعضی از رسانه‌های غربی مانند پولیتیکو، بلومبرگ و همینطور چندین رسانه دیگه به نقل از منابع مطلعشون، در واقع دیپلمات‌های ارشد اروپایی، گزارش داده بودند که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از بعضی از درخواست‌های خودشون مبنی به ویژه در رابطه با بحث دریافت تضمین‌ها و همینطور موضوع خروج سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی عقب نشینی کردند و در واقع تنها مسئله باقی مونده روی میز موضوع پادمانی و پیشینه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده. هنوز به صورت رسمی ما اظهار نظری نداشتیم که این موضوع رو تایید کنه که آیا واقعاً مقام‌های تهران حاضر شدن در این حوزه‌ها عقب‌نشینی بکنن یا خیر. اگر این موضوع صحت داشته باشه، به باور من پیشرفت قابل توجهی در مسیر مذاکرات حاصل شده، هرچند هنوز برای رسیدن به توافق کافی نخواهد بود. در نتیجه من فکر می‌کنم حالا با توجه به اینکه فردا هم اخبار و گزارش‌های منتشر شده هست در مذاکرات تعطیل بشه و دوباره از پس و از سر گرفته بشه، گذشت زمان شاید بتونه به ما بیشتر کمک بکنه برای اینکه تصویر دقیق‌تری از شرایط داشته باشیم. خب یکی از مسائل دیگه که الان اختلاف وجود داره تضمین عدم خروج یک جانبه هست. خب قبلا آمریکا گفته بود که نمیتونه این تضمین رو بده. حالا اگر توافقی صورت بگیره، فکر میکنید واقعا این تضمین رو آمریکا داده و اصلا دولت بایدن همچین کاری میتونه بکنه؟ خیر، چنین چیزی نه امکان پذیر هست و نه دولت امریکا از ابتدا اعلام کرده که نمیتونه چنین امکانی رو بده، چون از نظر حقوقی چنین سازوکاری اساسا تعریف نشده و در قراردادهای فراتر از برجام هم حتی که به تصویب کنگره برسه هم رئیس جمهور بعدی ایالات متحده این اجازه و اختیار رو داره که ازش خارج بشه. در نتیجه طرح این موضوع به باور من اساسا اتلاف وقت بود از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران. احتمالاً دانش و بینش کافی در خصوص محدودیت‌ها و محظوریت‌هایی که این موضوع داره در روند سیاست داخلی امریکا ازش آگاه نبودن و این موضوع رو ترک کردن. در نتیجه گزارش‌هایی هم که الان منتشر شده نشون میده که بالاخره دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیدن که باید این موضوع رو از فهرست خواسته‌هاشون کنار بذارن. خود شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا در این دور از مذاکرات توافقی به دست میاد برای طرفین یا خیر؟ پیشبینی واقعا دشوار هست با توجه به پستی و بلندی های بسیاری که روند گفتگوها داشته. چند هفته قبل به ویژه بعد از مذاکرات دوحه کمتر کسی پیشبینی میکرد که اساسا در کمتر از چند هفته ما شاهد از سرگیری گفتگوها در وین بشیم. اما در این حال من فکر میکنم که عقب نشینی تهران از بعضی از درخواست‌های غیر واقعیش میتونه نشانه مثبتی باشه برای اینکه طرفین رو به رسیدن به توافق نزدیکتر کنه، هرچند هنوز کافی نیست. موضوع پادمانی مسئله نیست که به سادگی قابل حل باشه، هرچند برخی ایده هایی رو مطرح میکنن مبنی بر اینکه احتمالاً شاید یه ددلاینی رو برای این حل این مسئله تعریف کنن که این ددلاین تا زمان روز باز اجرا که قرار هست روزی باشه که دوباره توافق هسته اجرایی بشه، در این بازه زمانی جمهوری اسلامی ایران تعهد بده که با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری بکنه و به پرسش های آژانس در واقع پاسخ بده. من فکر میکنم در صورتی که قرار بر حصول به توافق باشه تنها مسیر ممکن همین هست، وگرنه در غیر این صورت بسیار بعید هست که دیدگاه های طرفین به همدیگه نزدیک بشه و به حصول در واقع توافق منجر بشه. متشکرم از توضیحات شما. سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم.